البته که این فیلم قرار نبوده که حالا تزی بده در مورد اینکه چی کار باید بکنیم، ولی فکر میکنم زنیه که ما داریم خیلی میبینیمش، چرا اینطوری شده یا از کجا شروع شده. حالا تو این فیلم خیلی من سعی کردم بر خودم موقعی که میخواستم این نقش رو بازی کنم تحلیل هایی داشته باشم برای اینکه بتونم حس و حالم رو درست انجام بدم، ولی حتی من سعی کردم که حالا در چارچوب اون که میگم خیلی احساساتی هم نشم، فکر کردم که شاید خیلی به ذهنم میتونست نزدیک باشه، خیلی از جای این فیلم مثلا گریه بکنم یا کارایی بکنم. چیزی که انقدر این زن زخمیه حتی خسته تر از این حرف هست که بخواد خیلی واکنش های شدیدی نشون بده یا کار خاصی بکنه، خیلی خسته تر از این حرف هست. البته گریم آقای امید گلزادم خیلی به من کمک کرد برای اینکه بتونم اون چیزی که بازی کردم و تحلیل بیشتری در موردش داشته باشم. بله، تکیدگی صورت شما خیلی، یعنی اصلا خیلی گریم خوبیه. بفهم کنم جواب سوال شما رو دادم، ببخشید یه وقتی دارم به حرف میزنم یادم میرسه سوال چی بود. امروز با سابای نمایش فیلم تو سینمای مطبوعات چجوری دیدین؟ فیلمو دیدین اصلا اینجا؟ بله. اولین بار نمایشش اومده یا سینمای مردمی هم رفته بودین؟ نه، بر بار دوم بود. یکی از اکرانای مردمی هم. باستاوا چطوری بود؟ فرق سینماهای مردمی و هوا سینمای مطبوعات مشخص بود یا نه همه واکنشا یکی بود؟ چجوری بود؟ واقعیتش بخواین اینجا خب همه خیلی هدفمند و به قصد دیدن فیلم میان. ولی خب تجربه قبلی که ما داشتیم، البته به نظرم اونجا باز محیط دوست داشتنی بود، یعنی احساس میکردی خب تماشاگر نشسته و تا آخر تماشا کرده، ولی خب به هر حال اونجا یه ذره جنبه تفریحیش بیشتره. من فرصت نشد که حالا مستقیم با دوستی صحبت کنم یا ازشون بپرسم، ولی همین اندازه خیلی کوتاه من به نظرم مثبت میاد و امیدوارم که همینطوری باشه واقعا.